خب میخوام بدون لو دادن داستان و جزئیات بپردازم به یکی از فیلم‌های بخش مسابقه 77مین دوره فستیوال کن به اسم دختری با میلکانوا که کارگردانش و زبان و محل رخ دادن حوادثش دانمارکه، اما خود فیلم مسئول مشترک دانمارک و لهستان و فرانسه و چند کشور دیگه است. البته ربطی به استند پشترم که مربوط میشه به فیلم جدید مجموعه مد مکس فیوریوسا ساخته آقای جورج میلر که هنوز ندیدمش و توی بخش خارج از مسابقه توی فستیوال نمایش داده میشه، اون ربطی به این طبیعتا نداره. یکی از روش‌های من برای اینکه بشه فیلم‌ها رو بدون اینکه خیلی جزئیات داستانیشون لو بره خوب جهانشون رو معرفی کرد، اشاره به فیلم‌های دیگه است که یا زمینه داستانی یا فضاسازی و تصویرپردازی فیلم باهاشون نسبت داره. از این جهت فیلم دختری با میلکانوا نسبت داستانی خیلی ملموسی پیدا می‌کنه با فیلم معروف ورا دریک محصول 2004 ساخته آقای مایکلی بزرگ، کارگردان انگلیسی صاحب سبکی که همه فیلم‌هاش در ترکیب از بداهه و رمان نویسی ساخته میشن. این تعبیریه که معمولا من درباره کارهای مایکلی به کار میبرم. با همین ورا دریک مایکلی جایزه شیر طلایی فستیوال ونیز رو گرفت در سال 2004. ورا دریک اسم شخصیت اصلی اون فیلم با بازی خانم ایمیل دا استوانتون که همگی احتمالاً بیشتر از نقشش در مجموعه هری پاتر فیلم‌هاش می‌شناسین. او رو و این بازیگر نقش ورا دریک زن واقعی رو بازی می‌کنه که یه کار به تعبیر خودش انسانی در حق زنانی که ناخواسته باردار شدن انجام میده که این کار از نظر قانون و همینطور از نظر ما به عنوان شهروندان جوامع بشری جنایت محسوب میشه، ولی او کاملا ندانسته این رو مرتکب می‌شده. در فیلم دختری با میلکانوا شخصیت مکمل بسیار مهم می‌داریم که به یک شکلی نسبت به کارش دقیقاً این کاری که این زن می‌کنه نیست، یک کار دیگریه، ولی نسبت داره باهاش و کاملاً معتقده که کار درستی داره می‌کنه. اتفاقاً توضیحاتی هم که میده مثل توضیحات خیلی از شخصیت‌هایی که ور منفی غیر انسانی توی رفتار و عملکرد و تصمیماتشون هست در رمان‌های داستایفسکی، نویسنده بزرگ ادبیات کلاسیک روسیه، اما این ور شریرانه رو انقدر خوب با در معادله فلسفی زندگی خودشون و اون شخصیتایی که دارن راجع به سرنوشتشون حرف میزنن انقدر خوب توضیح میدن که تو فکر میکنی میتونی بهشون حق بدی. تاکیدم میکنم لزوماً توجیه نیستا، توضیحه بر اساس موقعیت زیستی اونا توی جامعه و بر پهنه حیات، یعنی حتی به لحاظ فلسفی تقدیری جایی که تو زندگی تو اونجا وایسادن و به نظرت میاد که میتونی بهشون حق بدی، اما در این حال این ربطی به جنایتکارانه بودن کنشش نداره. جالب اینه که در طول دیدن فیلم دختری با میلکانوا به این فکر میکردم که اولا فضاسازیش هم نسبتی با رمان‌های داستایفسکی از جمله جنایت مکافات داره، اما این شباهت بین فیلم دختری با میلکانوا و یک فیلم بسیار کلاسیک و مشهور و حتما خیلیاتون هم دیدین از همین اسکاندیناوی بیشتره، فیلمی به نام گرسنگی. البته اول که سرچ میکنین هانگر یه عالمه فیلم‌های مختلف، فیلم آمریکایی، همین فیلم معروف آقای استیو مک‌کوئین کارگردان اینا میان، ولی این هانگری است که سیاه و سفیده، محصول 1965، ساخته هنینگ کارلسن بر اساس یک رمان خیلی خیلی مشهور و به بسیاری زبان‌ها ترجمه شده، در ایران هم بارها تجدید چاپ شده به نام گرسنگی، ساخت نوشته کنوت همسون دانمارکی. الان مطمئن نیستم که کدوم، معمولا این چیزا رو که شک دارم بعدا با کپشن توی ویدیوهای کانال میذارم کنار تصویر درستشو. اما دلیل نسبت بین فیلم دختری با میلکانوا و آثار داستایفسکی یه وریش هم اینه که فیلم آشکارا ادای دین کرده به اون فیلم گرسنگی کنوت همسون که اساسا من همیشه میگم با وجود اینکه از رو رمان گرسنگی هنینگ کارلسن ببخشید از رو رمان کنوت همسون ساخته شده، ولی بسیار به فضای آثار داستایفسکی نزدیکه، به ویژه جنایت و مکافات، از این جهت که انگار توی همون فضا، همون جامعه، بستر، سنگفرش‌ها، خیابون‌ها، دهلیزها، کنار پل‌هایی که با گذر آدم‌های فقیر و درگیر مسکنت داره یه جوری خود فضا هم پلشت و سیاه و تیره و تار به چشم میاد. دختری با میلکانوا
سعی کرده که به اون دوره سینمایی نزدیک شه. فیلم با کادر آکادمی ساخته، کادر 1:1.33 یا 3:4، کادر تلویزیونهای قدیمی که نزدیک به مربع بودن، یعنی در حقیقت نزدیکترین مستطیل به قاب مربعی، کادری که فضای بصری وسیعی نداره. مثلا هفت سامورایی کوروساوا که توی فیلم‌های مرمت شده در همین کن 2024 به اونم در یه ویدئویی تعظیم کردم، نه اینکه بگم بهش پرداختم، و به وجوهی از نزدیکی ظلمی که در اون فیلم جاری میشه به شخصیت‌ها تحمیل میشه با شرایط زیستی مردم ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اشاره کردم که به این نوع بروز دیدن فیلم‌های کلاسیک بسیار اعتقاد دارم. هفت سامورایی هم در کادر آکادمی ساخته شد. بعد مدت‌ها و در طول این فستیوال که به هر حال مثل همه محصولات جدید اغلب فیلم‌ها در قاب واید اسکرین و عریض و اینها تولید میشن، این فیلم دختری با میلکامبا توی قاب نزدیک به مربع ساخته شده و کاملا تداعی میکنه فضا و قاب بندی همون فیلم‌های اون دوره رو، و سیاه و سفید هم ساخته شده که اون تیرگی یه ذره شاید بگیم مثلا میدیوال یا قرون وسطایی فضا رو با وجود اینکه در مقطع بعد از جنگ جهانی اول در دانمارک میگذره بتونه تداعی کنه. نکته خیلی غم‌انگیز برای سینمای ایران که میشه از فیلم دختری با میلکامبا درس گرفت، نوع برخوردش با خطوط فرعی داستانی که بسیار مهمن، خیلی اوقات خیلی تکون دهنده هم هستن، اما روشون مکس نمیکنه، تو اونا متوقف نمیمونه. ببینید تو سینما ایران شما وقتی که یه ایده فرعی داستانی جذاب یا یه ذره شوک آور دارین، همیشه مواجه میشین با اینکه کارگردان سعی میکنه این ایده رو ادامه همون سر و صداهایی که بهتون گفتم، پر سر و صدا ترین تماشاگران دارن از این دور و بر رد میشن در همین مقطع از شانس ما، میره رو اون ایده مکس میکنه، با موسیقی خیلی مؤکدش میکنه و میخواد بگه ببین چه ایده داستانی، غافلگیر شدی، ولی این ازشون گذر میکنه به دلیل اینکه میدونه که مسیر اصلی درامش به چیزهای دیگری قراره بپردازه و نباید مثلا توی یه تم ضد جنگی که داره، یه شخصیتی که از شخصیت‌های مهم فیلم از جنگ برمیگرده، یه وضعیت فاجعه باری برای صورتش پیش اومده که یک سکانس تکون دهنده فیلم رو در یه جور سیرک شکل میده، ولی رو این مکس نمیکنه. اون آدم هست، گاهی از دایره درام بیرون میره و گاهی دوباره به دلیل ضرورت وارد میشه، اما تم اصلی فیلم به او و شرایط او مربوط نمیشه. یکی از زمینه‌های، یکی از بسترهای شکلگیری درام فیلمه. به موسیقی اشاره کردم. موسیقی فیلم دختری با میلکامبا هم خیلی پرتأکید، خیلی اکسپرسیونیستی، خیلی کابوسواره، خیلی ذهنیه و به وضعیت ذهنی زنی که شخصیت اصلی فیلمه ربط پیدا میکنه، اما اساساً موسیقی نیست که در حقیقت اون چیزی که در درام اتفاق میفته رو بخواد به زور به تماشاچی بگه که ببین چقدر مهمه، ببین چقدر وحشتناکه. نه، از پس ماجرا میاد، یعنی بعد از اینکه اتفاقا تو هر کدوم از گره های شوک آور و غافلگیر کننده رو باش مواجه میشی، موسیقی انگار داره اون وضعیت رو برات جا میندازه که با تو همراهی و همدلی میکنه در میزان شوکی که بهت وارد میشه به عنوان مخاطب از اون چیزی که توی قصه رخ داد. نکته نهایی که اون هم خیلی مقفوله، خیلی کمیابه در سینمای ایران، این که یک دستی و یک پارچگی فیلم به میزانیه که انگار هر کدوم از اتفاقات داستانی که داره رخ میده با عناصر تکنیکیش و با اون ویژگی های ساختاریش که توی یه دستی قرار میگیرن، انگار با اینا کاملا ممزود شده. به هیچ عنوان نمیتونی بگی که این اتفاق تکون دهنده تو داستان افتاد و حالا این روش برای کادربندی، برای کمپوزیشن، برای موسیقی، برای ریتم واسه نمایشش انتخاب شد. نه، انگار اینا از دل هم زاده میشن. اون چیزی که من همیشه درباره یک پارچگی ساختار داستان و محتوا میگم. با دنبال کردن این سرنخ‌ها فیلم دختری با میلکامبا رو حتما ببینید که فکر می‌کنم اتفاق خوبی هم در داوری جشنواره کن امسال 2024 براش بیفته و این باعث خواهد شد که حالا در کنار این فیلم‌های آمریکایی که به هر حال همه جا
قابل رویت خواهند بود. همین فیلم فیوریوسای آقای جورج میلر که گفتم هنوز ندیدمش، اصلا تو همین ماه می اکران میشه و فقط پریمیرش توی بخش خارج از مسابقه کنه، که به هر حال این بازی‌ها هم فستیوال‌ها دارن برای اینکه رد کارپتشون پر استارهای مشهور آمریکایی هم بشه. اما این فیلم‌های، مثلا این فیلم محصول دامارک، از جمله محصول دامارک، دختری با میلکانوا، به دلیل موفقیت احتمالیشون و حضورشون توی کن هم به هر حال یک بازار جهانی پیدا می‌کنن که نسبتاً گسترده است و بنابراین قابل دیدن خواهند بود.